آقا یک سال، آقای مهندس میرحسین موسوی رأی می آورد چی میشد؟ آقای روحانی چیکار کرد؟ سوال بنده اینه آقای موسوی کیا رو می‌خواست بذاره وزیر؟ همینه که الان وزیره. آقای نوبختون پشت تو ستاد موسوی وای میستاخت که مشاور اقتصادی بود. همین که الان کارو دستشه مدیریت برنامه‌ریزی. همین جهانگیری، همین سلطانی فر، ربیعی مسئول عملیات روانی ستادش بود. همین آخوندی. 4 سال اول آقای دکتر روحانی 2 تا چیز به مردم اثبات شد. اگه مردم فعتبه رو اهل عبرت گرفتن باشه، 1، نظامی که 11 میلیون میتونه تقلب بکنه 250,000 تا تقلب نمیتونه بکنه، چون رأی احمدی 24 میلیون رأی موسوی چقدر؟ 13 میلیون. تفاوت چقدر؟ 11. روحانی 92 با 250,000 تا رأی رئیس جمهور شد. این 1، درست یا نه؟ نشون داد که تقلبی نیست. دومین چیزی که نشون داد اینی که بسم الله، مگه نمیگفتید اینا رأی بیارن اینا بهترن، اینا بلد نیستن، شما لولو خورخورید، شما سرهنگی زردارید، میرید آدما رو میخورید، حرف زدن بلد نیستید. بسم الله، همون کابینه آقای میرحسین موسوی اومد رأی آورد. میدونی که اصلا نه موسوی کاری بود نه آقای دکتر روحانی اون موقع. رقیب اصلی کی بود؟ هاشمی اول با موسوی اومد، دفعه دوم چیکار کرد؟ لوکوموتیو ران عوض کرد. آقای روحانی خودش میگه هاشمی تو جماران هم سخنرانی کرد، گفت این آقا 3% بیشتر رأی نداشت، ما حمایت کردیم، اومد بالای 50%. مثل کاری که من با آقای دکتر روحانی کردم، خیلی راحت کارش انجام شد. در ظرف یه هفته ایشون از 3-4% یه دفعه رفت 50 و چند%. 4 سال دوم چی به شما قرار اثبات بشه؟ آقا جون دیدی اول غرب گراها کار دستشون باشه همینجوری حرفه؟ دیدی یا نه؟ 4 سال دوم دیدی خود غربیا پدر سوختن؟ بد اثبات شده. هدف همینه، هدف خدا همینه. خدا میگه من فتنه ها به وجود میارم، آزمایش ها به وجود میارم. تو آقا فتحه رو تو عبرت بگیری. یه مؤمن برای من خیلی مهمه. دیدی آمریکا قابله؟ دیدید آقایی که میگفتش که میریم بشینیم باهاشون حرف میزنیم، الان داره میگه لعنت بفرستید با مرگ بر آمریکا. نه لعنت بفرستید با آمریکا. دیدید اگه میگفتن میریم حرف میزنیم تو تنگه هرمز میبندیم. دیدید بتون اثبات شد. آفرین. پس بدونید تنها راه پیشرفتتون همین داخله.